قلبم از کار نیفتاده. بازش کن. زن من میشی؟ باشه قول دادی همکاری ما با هم نخوره. طلاقش میدی؟ خودش میذاره میره. خیلی وقت بو برده. چند باری هم با هم بحثی علیکی داشتیم. یکی دوبارم گذشته رفته منزل پدرش. اما این دفعه من صادقانه بهش میگم که میخوام ازدواج کنم. اگه دوستش میمونه، اگرم دوست نداشت طلاقش میدم. نظر تو چیه؟ که چی؟ که بره یا بمونه. بهتره که بره. هر چی تو بگی، فقط یکم باید به من فرصت بدی. مطمئنم مرجان اگه بشنوه بی درد سر میذاره میره. بذار بعد. ولی امروز روز تولدته. میدونم، همین امروزم از تو میگیرمش. ولی بعد از اینکه با مرجان صحبت کردی. یعنی همین امروز؟ بله، منم باهات میام. چی؟
مگه نگفتی نهار فسنجون درست کرده و منتظرته؟ خب بگو منم دعوت کردی. نهار میتونیم بریم خونه، ولی بعد از اینکه تو رفتی من با مارجان حرف میزنم. سلام. سلام. خیلی خوش آمدی. ممنون. گفتم فسنجان با گوشت مرغابی شکاری درست کردی. کاترین خانم گفت خیلی دوست داره. خودم از طرف شما خودم رو دعوت کردم. خیلی کار خوبی کردیم. بفرمایید. ممنون. به بچه ها غذا دادی؟ بله خانم، تو اتاق من نشستن دارم میخورم. تیر دلگ دقیقه بیا آشپزخانه. کی گفت بیاریش خانه؟ خودش آمد. این چی جور آمدنیه تیرداد؟ فکر میکنی من بچه‌ام؟ یه جور تو خانه من نشسته انگار من کلفت بشم اون صابخانه. آبرو ریزی نکن، غذا میخوره میره، بعد من با شما حرف میزنم. بهش گفتی؟ نه الان شرایط مناسب نیست، امشب باش حرف میزنم. اصلا چرا شما این همه اصرار دارید که الان باش حرف بزنم؟ میخوام تو رو آزمایش کنم. آزمایش چی؟ وفاداریت، علاقت به من، اینکه چقدر دوستم داری. میخوام بدونم حاضری همین الان به مرجان بگی میخوای طلاقش بدی یا نه. باور کن این کارت ارزشمندتر از اون حلقه یه که تو جیبته. میخوام همین الان در حضور من به مرجان بگی همه ی واقعیتو. میگی یا پاشم برم؟ خانم غذا حاضره. دست درد نکنه ربابه، میتونی بری.
زن دوم بگیرم. کتایون؟ کتایون تو و بچه هم میتونید همینجا بمانید، مثل سابق به شما میرسم، حتی بیشتر. آه اون دختر منو گرفت، آه دنیا، آه حلالم کن منو، ببخش دنیا، پیداش کن رو بابه، هر جا هست پیداش کن، منم حلالیت بگیر ازم. پیداش میکنم، باشه ازش حلالیت میگیرم. پیداش میکنم مثلا میارم پیش خودت. نه نمیتونم نگاهش کنم، نمیتونم.
چیکار کردی خانم جان؟ زندگی ما آتیش زدم. خانم مال خودشه ولی بقیه رو با خون دل جمع کردم. جایزیمه. آقا آمد. بچه ها حاضر شدین؟ من بچه ها رو به خودم میبرم رشت. هر وقت خواستی بیا اونجا بریم محضر طلاقم بده. چند روز بدید منزل و مادر بزرگتن. میام دنبالتن. شرط طلاق من بچه های منن. دادی طلاق میگیرم. وگرنه بر میگردم روزگار تو اون زن اشغال و سیاه میکنم. دمار از روزگارتون در میارم. نمیذارم آب خوش از گلوتون پایین بره. با اجازه شما من میرم. بدون خانم و بچه ها برام سخته. رفت. همه چیز تمام شد. باید محرم هم بشین. جیرده یا میتونه صیغه بخونه؟ دوست دارم آقا توی محضر خود به عقد ما رو بخونه. بسیم خوش بریم. اول برو فرشا رو بردار بیار. تیر داد
بگو ربابه برگرده سر کارش. اون که مزاحمه. اینجا نزدیک کارخونه است. میتونی خیلی از قرارهای کاری تو اینجا بذاری. ربابه برگرده، من دیگه نگران خورده خوراک تو هم نیستم. شاید. رفتم بهش دارو بدم، دیدم از حال رفته خانم. بذارش تو ماشین ببرمش بیمارستان. چشم خانم. هر کاری از دستتون برمیاد میکنین آقای دکتر. خان نباید بمیره، اون باید زنده بمونه. همکاران من تمام تلاش خودشونو میکنن، من هم هستم و همه وجود در خدمت شما. دعا بفرمایید. حالش چطوره؟ هنوز زنده است، دوباره سکته کرده. اگه بمیره که ما بدبخت میشیم. زنده میمونه دکتر؟ بله به احتمال زیاد، ولی متاسفانه قدرت تکلمش کاملا از دست داده. مهم نیست، فقط میخوام زنده بمونه. همین که نفس میکشه برای من کافیه. آفرین به شما، خدا خیرتون بده. تیر داد، باید هرچی زودتر قرار داده رو آماده کنی. اگه بمیره اون وکالتنامه من مفتم نمیارزه، همه چی از بین میره. چشم. قدرت دهنت باز کن. بیا. رباب خانم. رباب خانم. سلام. سلام دنیا جان. آخی خوش آمدی دختر، خوش آمدی. آخی گل پسر، گل پسر. بفرما بفرما. آن دبستان است. آن دبستان دارا دارا است. آن دبستان دبستان آذر. آذر. سلام خانم مهندس، بفرمایید. خوش آمدید. آمدم پرونده پسرامو بگیرم، میخوام در رشت ثبت نامشون کنم. فعصرم باید برگردم رشت. از سای خانم در خدمت. کیه؟ دنیا آمده خانم.
کی؟ دنیا. خانم منتظرم. میدونستم که روزی برمیگردی، ولی نه به این زودی. هرگز دلم نمیخواست دوباره پامو تو این خانه بذارم، مجبور شدم. مامورای اصلاحات ارضی از این سندا ایراد گرفتن، گفتم باید توی دفترخانه اصلاح بشه. اصل سند رو قبول دارن، ولی امضای خانم لازمه. من از خانم وکالت امضا دارم. میدونم. اگه امضا نکنم چی؟ به صلاح شماست که امضا کنید. همونطور که قبلا پیغام دادم، من هیچی از شما نمیخوام. ولی اگه حق من که حق پسرمه به من ندید، بلوایی درست میکنم که صداش به گوش فلک برسه، چه برسه به خانه همه این مردم. من مطمئنم این بار آخری نیست که میای اینجا. پسرت که بزرگ بشه میای تا اموال پدرشو بگیری. پسرم فقط پسر منه، نه پسر آن پدری که تو میگی. ما نیازی به این اموال چک نداریم. فکر نکن خیلی سادم خانم. شاید یه زمانی ساده بودم، ولی دیگه نیستم. میفهمم که تا چند سال دیگه چیزی از اموال خان نمیمانه که چشم من بخواد دنبالش باشه. اگرم چیزی بمانه، من هرگز بهش دست نمیزنم. همه چی اینجا نجسه، از گوشت و خون رعیته، همش مال خودتان. بذار خیالتو راحت کنم، من هرگز اجازه نمیدم پسرم روزی بفهمه که خانزاده بوده. میخوام اول خان امضا کنه. نمیتونه، خان بیمارستانه، دوباره سکته کرد، نمیتونه حرف بزنه، نه دستاشو میتونه تکون بده. انگشتاشو که میتونی پایین اسناد بزنی؟ الان نه. اگه این کارو نکنی همینجا میمانم تا خان برگرده. روباب خانم، پسرت بزرگ شده دنیا. روباب خانم، چمدان منو بیار، دیرم شده، باید برم. خانم آمده بود اینجا دیدن من، فهمید تو اینجایی، گفت به من تورم ببینه، میخواد از تو حلالیت به طلبه. مهندس منو طلاق داد. با
من از زندگی شما سر در نمیارم. تو هنوز منو نبخشیدی. نبخشمت که چی بشه؟ که کینه توی دلم بمانه و کینه ای بشم؟ من تو رو به خاطر خودم بخشیدم، به خاطر اینکه دلم آرام بگیره و همه چی از یادم بره. من تو رو فدای خودم کردم، ولی آخرش خودم فدا شدم. از همون اول فهمیدم که تو منو فدای خودت کردی، ولی فدای چی و به چه گناهی هرگز نفهمیدم. دوستم ندارم بفهمم. خداحافظم و قدرت. مراقب خودت باش رو بابه جان. به فکر زندگی خودت باش. دنیا که به آخر نرسیده رسیده. از خدا میخوام کمک کنه تا یه روز جبران کنم. چی رو میخوای جبران کنی؟ بعضی کارا رو هرگز نمیشه جبران کرد، از خوبی یا از بدی. خداحافظ. و سلامت. مهندس خانه است؟ نه خانم. یه سر بریم خانه رو ببینم. نبینی بهتره خانم جان. سلام خانم. سلام. مهندس اومده؟ نه خیر، مرجان خانم اومده. آخه هنوز کلید خونه رو داره. برگشتی؟ دلم برای خانم تنگ شده بود، گفتم برای آخرین بار ببینمش. تو که همه چیز آتیش زدی. 15 سال عمر و خاطراتو نمیشه آتیش زد. شایدم آتیش زدم، خبر ندارم. تا نشنیدم طلاقت داده حاضر نشدم زنش بشم. یک سوال دارم. شاید مدارک بچه ها و مدرسه بهانه بود که این همه راهو بیام و تو رو ببینم. چرا؟ چرا این کارو کردی؟ من کاری نکردم. این شوهر تو بود که از من خواستگاری کرد. اون عاشق من شده. من اصلا به اون کاری نداشتم. هنوزم ندارم. اگه میتونی برش دار ببر. من اصلا به اون احتیاجی ندارم. مهندسی که به من احتیاج داره. این جواب من نشد. چرا؟ به خاطر تو. تنها به این شکل بود که میتونست کینه تو از دل من پاک بشه. تو پای این دختر رو به زندگی من باز کردی. این تو بودی که زندگی منو سیاه کردی. تو دنیا رو به شوهرم نشون دادی. داغ به دل من زدی. منم یه روزی داغ دلم رو به سینه دنیا میذارم. اون فکر میکنه از دست من در رفته. بسه دیگه. حالا از خونه من برو بیرون.
اومدی؟ این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ ساعت چنده؟ نه. وای بچه ها نگران شدن دوباره. روز مزخرفی بود، از خستگی خوابم بود. چطور؟ دنیا اومده بود امضای خانو واسه اسنادش بگیره. بدتر از اون مرجان بود. مرجان؟ اومدم خونه اینجا بود. برای چی اومده بود؟ میخواست مدارک مدرسه بچه ها رو بگیره. دلش میخواست تو رو ببینه. به یاد خاطراتش افتاده بود. فکر میکرد من تو رو فریب دادم. خنده داره نه؟ میتونی منو برسونی؟ معلومه. صبح اول وقت باید برم بیمارستان. دکتر گفته میتونیم خانه برگردونیم خونه. تو چی کار کردی؟ تیمسار دیدم. خب گفتم که شما علاقمندی 50% سهام خانه بفروشی. فکر کرد و گفت اجازه بدید شریک آیندم خودم انتخاب کنم. خوب شد نه؟ باید سب کرد و دید. خیلی وقت نداریم، ممکنه هر آن دست بره. باید به جیردهی بگم زودتر قرارداد اکبر تیمور رو بنویسه. باشه، سریع‌تر.